در جهان هنوز هم برقراری به نحوی وجود دارد، اما واقعیت‌های امروز متأسفانه در فردای دور به افسانه مبدل خواهند شد. در این ویدیو شما آن حقیقت‌ها و سوء تفاهم‌ها را در ارتباط با پنج برقراری رایج در ایالات متحده سال‌های دور در آن کشور جریان داشت تماشا خواهید کرد. قبل از تماشای این ویدیو لطفاً کانال نگاه نر رو سابسکرایب و لایک کنید و در مورد ویدیو نظراتتان را در بخش کامنت با من شریک سازید. پنج افسانه در مورد برده‌داری. افسانه شماره یک، مردم ایرلند تحت مستعمره آمریکا برده بودند. همانطور که در تاریخ نوشته شده و در کتابخانه عمومی آن کشور هم موجود است، بر اساس شواهد قاطع و اتفاق آرا توافق وجود دارد که ایرلندی ها هرگز در بردگی دائمی و ارثی بر اساس مفاهیم نژاد تحت مستعمرات قرار نگرفتند. اسطوره ماندگار برده‌داری ایرلندی که امروز اغلب در خدمت اهداف ملی‌گرایان سفیدپوستان ایرلندی ظاهر می شود، ریشه در قرون 17 و 18 دارد. آن زمانی که کارگران ایرلندی به طرز تحقیرآمیز برده های سفیدپوست نامیده می شدند. این عبارات بعداً توسط برده‌داران جنوب در مورد شمال به عنوان تبلیغات صنعتی به کار گرفته می شد. حقیقت چیست؟ تعداد زیادی از خدمتکاران قراردادی واقعاً از ایرلند به مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی مهاجرت کردند. به عنوان کارگران ارزان برای کاشتکاران و بازرگانان مشتاق در خدمت آنها قرار گرفتند. اگرچه بیشتر آنها به میل خود از اقیانوس اطلس عبور کردند، برخی از مردان و زنان ایرلندی از جمله جنایتکاران و همچنین افراد فقیر و آسیب پذیر به بند کشی در ایرلند محکوم شدند و برای اجرای احکام به زور به مستعمرات فرستاده شدند. یک چیز موقتی بود. در پایان قرارداد به جز جدیترین جنایتکاران همه آزاد شدند. فرزندان خدمتگزاران قراردادی آزاد به دنیا آمدند، اما فرزندان بردگان دارایی صاحب آنها شمرده می شدند. افسانه شماره دو، جنوب بر سر مسئله برده‌داری نه بلکه بر سر حقوق ایالت ها از اتحادیه جدا شد. این افسانه که جنگ داخلی اساساً در درگیری بر سر برده‌داری نبود، برای بنیانگذاران اصلی کنفدراسیون شگفت‌انگیز بود. در اعلامیه رسمی علل جدایی آنها در دسامبر 1860 نمایندگان کارولینای جنوبی به خصومت فزاینده از سوی کشورهای غیر برده‌دار نسبت به نهاد برده‌داری اشاره کردند. و گفته آنها رخالت شمال در بازگشت بردگان فراری نقض تعهدات قانون اساسی آنها بود. آنها همچنین شکایت کردند که برخی از ایالت های نیو انگلند به سیاه‌پوستان اجازه رای می دهند. همانطور که جیمز دبلیون نویسنده کتاب دروغ هایی که معلم به من می گفت می نویسد، در واقع کنفدراسیون با حقوق ایالت ها مخالف بودند. یعنی حق ایالت های شمالی برای حمایت نکردن از برده‌داری. با این حال در آن زمان جنوبی ها مشکل نداشتند که ادعای حمایت از برده‌داری را به عنوان دلیل گسستشان از اتحادیه داشته باشند. افسانه شماره 3، تنها درصد کمی از جنوبی ها صاحب برده بودند. سرشماری سال 1860 نشان می دهد در ایالت هایی که به زودی از اتحادیه جدا می شوند، به طور متوسط بیش از 32% از خانواده های سفیدپوست افراد برده‌دار را در اختیار داشتند. برخی از ایالت ها برده‌داران بسیار بیشتری داشتند. 46% خانواده ها در کارولینای جنوبی، 49% میسیسیپی، در حالی که کمتر از 20% خانواده ها در آرکنزاس بودند. اما این درصد به طور کامل بیانگر میزانی نیست که جنوب قبل از جنگ بر اساس بردگی ساخته شده است. بسیاری از خانواده های سفیدپوست که توانایی خرید افراد برده را نداشتند، به عنوان نمادی از ثروت و رفاه آرزو داشتند. علاوه ایدئولوژی اساسی برتری سفیدپوستان
به عنوان دلیل برای بردهداری عمل میکرد. تصور زندگی در کنار جمعیت اکثریت سیاه پوستان که در اسارت نبودند برای سفید پوستان جنوب بسیار دشوار و وحشتناک بود. به این ترتیب بسیاری از کنفدراسیون هایی که مردم را به بردگی نمی کشیدند به جنگ می رفتند که نه تنها از بردهداری محافظت کند، بلکه آن را تنها رویش برای حفظ بنیان زندگی می شناختند. افسانه شماره 4، اتحادیه برای پایان دادن به بردهداری وارد جنگ شد. در سمت شمال سربازان یابی پوش اتحادیه و رهبر شجاع و محکوم به فنای آنها ابراهام لینکن برای آزادی مردم برده شده می جنگیدند. آنها حداقل در ابتدا این طور نبودند. آنها می جنگیدند تا ملت را کنار هم نگه دارند. لینکن شخصا با بردهداری مخالف بود و همین دلیل جنوب پس از انتخاب او در سال 1860 جدا شد. اما هدف اصلی او حفظ اتحادیه بود. در ماه آگست 1862 او به طور معروف به نیویورک تریبون نوشت: اگر می توانستم اتحادیه را بدون آزادی هیچ برده نجات دهم این کار را می کردم، و اگر می توانستم آن را با آزاد کردن همه بردگان نجات دهم این کار را انجام می دادم، و اگر می توانستم آن را با آزاد کردن برخی و تنها گذاشتن برخی دیگر را نجات دهم این کار را نیز انجام می دادم. مردم برده شده خود کمک کردند تا برای رهایی به عنوان هدف اصلی نظامی دسته دسته فراتر از خطوط نزدیک شدند تا ارتش های اتحادیه فرار کنند. در اوایل درگیری برخی از جنرال های لینکن به رئیس جمهور کمک کردند تا بفهمد که بازگرداندن این مردان و زنان به اسارت می تواند و آرمان کنفدراسیون کمک کند. در پاییز سال 1862 لینکن متقاعد شده بود که اقدام برای پایان دادن و بردهداری یک عمل ضروری است. یک ماه پس از نامه خود به نیویورک تریبون، لینکن اعلامیه رهایی را اعلام کرد که در جنوری 1863 اجرایی می شد. این یک اقدام عملی در زمان جنگ بود تا یک آزادی واقعی. در ایالت های که شورش شده بود همه افراد برده شده را آزاد کرد، اما نه آنهایی که لینکن در ایالت های مرزی برای وفادار ماندن به اتحادیه و آنها نیاز داشت. افسانه شماره 5، سربازان سیاه برده های آزاد برای کنفدراسیون جنگیدند. افسران سفیدپوست در کنفدراسیون واقعا افراد برده شده را در طول جنگ داخلی به جبهه می آوردند، جایی که آنها پخت و پز، تمیز کردن و انجام کارهای دیگر را برای افسران انجام می دادند. اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد تعداد قابل توجهی از سربازان سیاه‌پوست تحت پرچم کنفدراسیون علیه سربازان اتحادیه جنگیده اند. در واقع تا ماه مارچ 1865 سیاست ارتش کنفدراسیون به طور خاص سیاه‌پوستان را از خدمت به عنوان سرباز منع می‌کرد. برخی از افسران کنفدراسیون می‌خواستند افراد برده شده را زودتر به خدمت بگیرند. جنرال پاتریک کولبرند در اوایل سال 1864 پیشنهاد کرد که سربازان آمریکایی آفریقایی تبار را به خدمت بگیرد، اما جفرسون دیویس این پیشنهاد را رد کرد و دستور داد که دیگر هرگز در مورد آن بحث نشود. سرانجام در هفته های آخر درگیری دولت کنفدراسیون ناامیدانه به درخواست جنرال رابرت ای لی و افراد برده شده اجازه داد تا در ازای نو آزادی پس از جنگ نام نویسی کنند. تعداد کمی برای آموزش ثبت نام کردند، اما هیچ مدرکی وجود ندارد که قبل از پایان جنگ اقدامی انجام داده باشند. این بود حقیقت‌های افسانه‌ای در مورد بردهداری در ایالات متحده که خدمت شما تقدیم شد. از توجهتان سپاسگزارم. بهروز بمانید.